از ادب و احترام دارم به شما بیننده از ارجمندم. امروز دوشنبه پانزدهم مارچ، چیزی هم به نوروز باقی نیست. پریشب بود، نصف شب، یعنی ساعت دو بعد از شب اینجا ساعت ها یک ساعت جلو بردند و خود این کلی گرفتاری ایجاد میکنه برای همکاران ما در کشورهای دیگه که معمولا زمان رو گم میکنه. برود برنامه امروز رو آقای پزاکیان عزیز صدایت بگن عزیز سلمانه سپاس گذارم. در رابطه با مناسبات تهران و واشنگتن تحولات عمده‌ای رخ داده که برای لابی های جمهوری اسلامی در آمریکا خیلی نومید کننده است. تقریبا در کابینه آقای بایدن همه یک صدا میگن نه با تحریم ها رو همینطوری برداشت، هیچ امتیازی به تهران نداد. هم در دستگاه قانون‌گذاری، هم در بین کسانی که دیپلماسی آمریکا رو پیش ببرن، هم مشاوران آقای بایدن در کاخ سفید. با چی هستیم؟ با حامد محمدی عزیز در غرب آسیا. اجازه بدید که سلام کنم، روزنامه نگار جوان. حامد جان درود بر شما، خیلی خوش آمدی. درود بر شما آقای میوادی، درود بر همکارانتون بینندگان و پیشا پیش هم نوروز رو تبریک میگم. حالا هوای نوروزی اون دور برای شما ایجاد شده یا نه هنوز؟ تقریبا بله، هوا بهتر شده، تا خب تقریبا شبیه تهرانه. تهران البته تهران قدیم که یه خوردم از نظر آلودگی اوضاع بهتری داشت. حامد جان نگاه کردم به فهرست کشورهایی که در قلمرو پیشبرد واکسیناسیون عمومی خیلی موفق بودن، ترک‌ها دارن خودشون در صدر جدول جا میدن، در بین کشورهای خیلی خیلی پرکار در این زمینه. خیلی اسباب خوشحالی است. در خاورمیانه خوب اسرائیل، البته با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی که اسرائیل داره و تعداد جمعیتی که داره در صدر، اما در کشورهایی که خب به نظر جمعیتی با ایران قابل مقایسه هستن، بله واقعا ترک ها خوب عمل کردن، از جاهای مختلف هم واکسن رو تهیه کردن، برنامه ریزی شده طبقات مختلف رو شروع کردن واکسینه کردن. اول بهداشت، بخش بهداشت و درمان، پزشکا و پرستارهای خودشون رو تقویت کردن، واکسینه شدن. در واقع یک کمربندی رو که باید از مردم محافظت کنن رو اول واکسینه کردن و بعد سراغ مشاغل دولتی و همزمان بازنشسته ها و افرادی که در سن بالا قرار دارن، بالای 65 سال. و قرنطینه هم خوب سفت و سخت در بویژه در شهرهای آسیب پذیرتر مثل آنتالیا، مثل استانبول، آنکارا، ازمیر، اینها رو سفت و سخت رعایت کردن و نتیجهش هم دادن. دارن تقریبا آماده میشن واسه اینکه برن به سمت گرما و هتل ها رو با ظرفیت بیشتری کار کنن، چون هتل ها تقریبا دو سه ماهی است تو بعضی از مناطق ظرفیت 50% رو هم کار میکنن، قراره که برسوننش به 70%. قرنطینه روزهای شنبه رو که مطلق بود برداشتند، الان فقط یک شنبه ها مطلقه و ساعت 9 شب به بعد هر شب. شیلیایی ها خیلی موفق بودن، دنیا داره برای اونها دست میزنه. سرب ها خیلی موفق بودن. مایورکا باز شد، جزیره مایورکا برای گردشگران اروپایی اولین پرواز ها به سمت مایورکا رستوران ها باز شدند. و در ترکیه هم که همطور که گفت حامد عزیز، مقدمات داره چیده میشه برای باز شدن سواحل. یونان هم قرار در ماه می این کار رو بکنه، سواحلش رو به روی گردشگران اروپایی باز کنه. اما در مملکت ما متاسفانه خبرهایی که میرسه خیلی خیلی نگران کننده است. خب حامد جان بریم بر سر گزارش ها و خبرها. به نظرم یکی از مهمترین اونها حضور نظامی هاست و توجیه حضور اونها در انتخابات. سلام باشی. بله، همونطوری که شما اشاره کردید، خب تقریبا از چند ماه پیش، حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از نظر تقویمی میشد حد زد که نظامی ها دارن کم کم خودشون رو آماده میکنن که رسما در واقع علنی تر از همیشه وارد گوی بشن. اولین نفری هم که اعلام کاندیداتوری کردش حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع و در واقع مشاور امور نظامی آقای خامنه ای است. بعد از اون قالیباف بود که زمزمه های حضورش در انتخابات مطرح شد و اخیرا هم که سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، که بلافاصله بعد از اینکه استعفا داد اعلام نامزدی انتخاباتش رو کرد و
مشاور حسین سلامی در سپاه شد. خب این بار حاکمیت میداند که حضور مردم در انتخابات بسیار کمرنگه. این رو انتخابات دور پیش مجلس و شوراها نشون داد. تمام عزمشون رو جزم کردن که به هر نحوی هستش این حضور رو پررنگتر کنن. و از اون طرف هم میبینیم که خب تبلیغ کمپین های مختلف مثل نحو انتخابات، مثل تبلیغ نحو جمهوری اسلامی، همه نفی میکنن حضور در انتخابات رو و بلش دلایلی میارن، از اینکه حضور در انتخابات فرمایشی هیچ سودی نخواهد داشت تا اینکه سازماندهی این رو بکنن که مردم نه تنها در انتخابات شرکت نکنن، بلکه برای آنهایی که دارن به سمت انتخابات میرن هم هزینه سازی بکنن به صورت مدنی. خب برنامه یا در واقع بازی که اصلاح طلب ها شروع کردند ساختن یک دو قطبی است. در گذشته میگفتن اگر آقای روحانی رأی نیاره و رئیسی رئیس جمهور شود جنگ میشه، در پیاده‌روها دیوار میکشند، بین زن و مردها چنین میکنند و یک فضای تاریکی رو ترسیم میکردن از اومدن رئیسی که اگر رأی بدید به روحانی چنین فضایی نخواهد بود. در نهایت آنچه که مردم دیدن فضایی بدتر از همه نظر، سرکوب 98، 96، تظاهرات 97، پایمال شدن حقوق مردم و یک سری اتفاقات که اصلا در تاریخ جمهوری اسلامی از هر نظر، چه در زمینه اقتصادی مثلا جهش دلار، چه در زمینه بیکاری، چه در زمینه سیاسی وضعیتی که امروز گریبانش هستیم و بیش از هر زمان دیگه جنگ رو نزدیک به خودش کرده، سایه افکنده. ضمناً رقبای آقای روحانی هر کدومشون یک قوه‌ای رو گرفتند، با دار و دسته خودشون چنبره بیشتری زدن. بنابراین این نتیجه انتخابات جمهوری اسلامی است. بازی که اصلاح طلب با این بار شروع کردن یک دو قطبی، ایجاد یک دوگانه است که اگر رأی نیاری یا رأی ندهید این سری سپاهی ها سر کار میان. تو برنامه امروز اگر فرصت بشه، با کمک همکاران شما آقای میربودی، زحمت زیادی هم بهشون دادیم، یک آرشیوی جمع کردیم از اینکه اصلاح طلب و اصولگرا یا در واقع جناح میانه رو یا اون چیزی که اسمش رو گذاشتن جریان مدرنتر جمهوری اسلامی به نسبت حزب الله یا ولایت مداران در هیچ زمینه فرقی با هم ندارن که هیچ، بلکه در بسیاری از مواقع خودشون رو سوار یک کشتی میبینن، کشتی نظام، که به همدیگه توصیه میکنن جایی که نشستید سوراخ نکنید، چون در نهایت همه هم مسیر و هم منفعت هستیم. نمونه های مختلفی در این باره داریم. به عنوان مثال اخیراً اسحاق جهانگیری اشاره کرده بودش که در ایام تحریم ها قاسم سلیمانی در مقطعی نفت میفروخت. یکی از اتهاماتی رو که الان سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم باهاش سر و کار داره، در واقع اتهام که نه، یک فکت، یک قرارداد بالغ بر 20 تا 22 میلیارد بین خودش در واقع قرارگاه خاتم بسته شد با مهدی جهانگیری برادر اسحاق در مؤسسه گردشگری برای توسعه فولاد ایلام. این در اوج دورانی بودش که رسانه های اصولگرا، سپاهی ها، همه بلوا به پا کرده بودن، آشوب و سر و صدا که اصلاح طلب ها دارند فشار میارن برای اینکه حاکمیت رو به سمت یک برجام دیگه هدایت بکنن. داشتن فشار می آوردن و هیاهو می کردن که مهدی جهانگیری و خانواده جهانگیری فاسد هستند. اما در نهایت بزرگترین بمبگاه مالی جمهوری اسلامی، یعنی قرارگاه خاتم، با یکی از بزرگترین قرارگاه هایی که دست مافیای اصلاح طلب است، در واقع حلقه کرمانه، یک قرارداد ناناوبدار میبنده. پیشنش به کجا برمیگرده؟ آقای مهدی جهانگیری کسی بود که به خاطر اختلاس و رانت بازداشت شد سال 95 اواخر سال. بلافاصله بعد که احساس کردن اوضاع خراب شده و ممکنه خیلی از کسا لو برن، قاسم سلیمانی در عید سال 96 به دیدار مادرش رفت. اونجا وثیقه ای رو که براش بالغ بر 6 میلیارد تومان بود کمش کردن، کردنش 1 میلیارد تومان و ایشون از زندان آزاد شد. و با وجود اینکه هنوز پروندهش آشفته است، هنوز ملت گمان میکردن که ایشون زندانه، با قرارگاه خاتم انبیاء سپاه قرارداد بسته. جلوتر بریم نگاه که میکنیم به تاریخ، درست در ایامی که حزب کارگزاران یا اصلاح طلبا فریاد میزدند که به حضور نظامی سپاه در سوریه انتقاد میکردند، از 7 سال پیش 8 سال پیش، بعدن کم کم شواهد مختلفی بیرون اومد که ترابری سلاح و تجهیزات سپاه و حمل و نقل نیرو رو هواپیمایی ماهان انجام میده. هواپیمایی در واقع بمبگاهی است که ششدانگش در اختیار حزب کارگزارانه و باند اکبر هاشمی رفسنجانی.
هر کدوم از این افراد رو هم که نگاه میکنید و مثل مصطفی تایت‌زاده که تبلیغ میکنند کشور داره به سمت حزب پادگانی میره، کشور داره پادگانی داره میشه، چه در دستگاه تبلیغاتیشون، چه در رسانه‌هاشون، چه در اعمال و رفتار خودشون، اینها همه برجسته کننده در واقع مبلغ سپاه هستند. تصویر آقای تایت‌زاده در زمان تشییع جنازه قاسم سلیمانی هست، قابل انکار نیستش. تصویری که روزنامه کارگزاران، روزنامه اصلاح طلبا که از قاسم سلیمانی سردار ملی ساخت، ژنرال چشمابی ساخت، یا روزنامه آرمان که هاشمی رفسنجانی رو در کنار قاسم سلیمانی عکسش منتشر میکنه و ازشون به عنوان سردار دیار کرمان کریمان نام میبره، اینها همه دستگاه های تبلیغاتی بود که حتی اصولگرها حتی به فکرشون هم نمیرسید که میتونن اینجوری اقدام بکنن، ولی اصلاح طلبات در نقش کارگزار براشون این کار رو انجام داد. در واقع رأی دادن هیچ فرقی نخواهد داشت در سرنوشت مردم ایران اگر به فکر اینن که این رأی دادن برایشان منشأ تغییر خواهد شد. بلاقی حامد جان، قاسم سلیمانی اینقدر دستان تمیزی نداشته، حالا همه این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، همه ما میدونیم، هم خودش، هم خانوادهش، برادرش هم که در کار زندانبانیست، اینا همه دستشون در خزانه بوده به شکلی، یعنی عملا نوعی ایجاد ارتباط بین ترور، خرابکاری و نفت. نفت و ترور به هم توسط آقای قاسم سلیمانی ترکیب و منظور شده بودن. بفرم. بله همینطوره. بخشی از پرونده باند احمدی نژاد، در واقع حمید بقایی و مهین مشایی، مربوط میشدش به پولهای چند هزار یورویی که قاسم سلیمانی گرفته بود که خرج بکنه، اما سر از آفریقا در آورده بود، سر از سپاه قدس در آورده بود، خرج شبه نظامیان کرده بود. در نامه معروفی رو که احمدی نژاد به قاسم سلیمانی نوشته بود و گفته بود واقعیت رو بگو، از تو توقع میره اون چیزی که هست رو بگی و حمید بقایی رو نجات بدی، او سکوت کرده بود. خود همین اصلاح طلب ها بودن که در نهایت این ور اون ور در محافلشون لو دادند که همسر قاسم سلیمانی و قالیباف بسیاری از اموال رو به نام خودشون دارن، غیر مستقیم از طریق اینها کسب کردند. ما در ایران از بین سرداران و جنرال هایی که پست و مقام دارن کسی رو نداریم که سالم باشند. شمخانی و خانوادهش یک باندن، قالیباف و همسرش به اون مؤسسه نیکوکاری که داره یک بانده، قاسم سلیمانی به همین ترتیب. اسم سرداران یکی پس از دیگری، همین امروز سعید محمد گفته می شود که به خاطر تخلفاتی که در قرارگاه خاتم داشته مجبور شده استعفا بده و خودش رو داره جا می زنه به عنوان کسی که کنار اومده به خاطر انتخابات. هر جایی رو نورافکن بندازیم همین اینه و در نهایت خواهیم فهمید که این شبکه به هم وصلن. اینها با پیوندهای خانوادگیشون دختر این پسر اون رو گرفته، برادر اون، خواهر اون رو گرفته، چنان شبکه مستحکمی از مافیا را انداختن که دست به هر جاشون بزنی حتما یا خودشون یا اقوامشون فاسدن. در مورد نظامی ها هیچ فرقی نمی کند، اینها همه با هم و در کنار همسر یک سفره نشستن و رأی دادن به هر کدوم از اینها سبب تحکیم شدن قدرت جمهوری اسلامی خواهد شد. این رو مردم باید درک بکنن و حالا شاید بشونیم تو هفته های آینده بر سر این صحبت بکنیم که رأی ندادن چه منفعتی داره و چه اتفاقی رو ممکنه پیش بیاره. حامد جان، داریم با حامد محمدی عزیز گفتگو میکنیم درباره خبرها و روایت های روز. نظام بفرمایید که در مورد مناسبات با آمریکا مشخص شد که تحریم ها به این سادگی ها برداشتنی نیستند، در کوتاه مدت هم نمیشه اونها رو برداشت، مستلزم مذاکره است، مذاکره ممکنه مدت های مدید به درازا بکشه، چون خود مذاکره متکیست بر چی؟ بر فعالیت های بازرسی آژانس بین المللی. آژانس هم میگه کار بازرسی نیست که شب و دو شب بشه انجام داد، به زمان دراز نیاز داره برای که بدونیم جمهوری اسلامی تا کجا پیش رفته و تاسیسات هسته‌ایش دست ترسیگی محرمانش در کجاها قرار داره. بفرمایید. به زبان ساده بیایم تهدیداتی رو که جمهوری اسلامی برای منطقه و دنیا داره بشماریم. فعالیت های مشکوک اتمی، سایت های اعلام نشده، کشف اورانیوم با منشأ انسانی،
نصب سانتریفیوژ هایی رو که میره به سمت تولید اورانیوم با غنای بیشتر و تولید ماده شکافا که قدم اول تولید بمب اتم است. در حوزه موشکی امروز علنی شبه نظامیان از موشک‌ها و راکت‌ها و پهپادهای استفاده می‌کنند که ساخت ایرانه و از اینکه بگن این پهپادها اسمش ذوالفقار یا راکت آرشه هیچ ابایی ندارند. جمهوری اسلامی اینها رو تأمین مالی و تسلیحاتی می‌کنه. جمهوری اسلامی اقدام به گروگانگیری دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی می‌کنه و از اونها برای باجگیری از کشورها استفاده می‌کنه، مثل قضیه نازنین زاغری و قرارداد تانک‌های چیفته. جمهوری اسلامی امروز خارج از مرزها تروریسم رو تکثیر میده، گرفتن روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در سراسر دنیا، هر جایی که دستش برسه اینها رو به نوعی میکشونه به داخل. و خب روح الله زم مثال بارزش بودش. جمهوری اسلامی تهدید بزرگی است برای آبراهه ها، از خلیج فارس و تنگه هرمز گرفته تا عدن و دریای سرخ. با راکت، با مین یا با هر وسیله شی پرتابه‌ای به اینها صدمه میزنه یا اینها رو گروگان میگیره. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. جمهوری اسلامی امروز علاوه بر پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌های شیعه، پیوندی شده بین سازمان‌های مخوف اهل تسنن، سنی‌ها و وهابی‌ها مثل القاعده و طالبان و بهشتی شده برای گروه‌های تروریستی بزرگ سازمان یافته. اینها فقط پکیجی از تهدیداتی که جمهوری اسلامی برای دنیا داره. اینها باید بهش بزرگترین چیز رو، یعنی نقض حقوق بشر در داخل ایران، سرکوب مردم، گشنه نگه داشتن اونها، وضعیتی که در سراوان میبینیم، مثالهایی که در 42 سال گذشته همواره باهاش روبرو بودیم و تکرار میکنه و تشدید میکنه. و از اون طرف چه چیزی میخواد؟ تضمین امنیت. اینکه آمریکا یا هر کشوری دیگری که قراره با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه کاری با این مسائل نداشته باشه، چشمهاش رو ببنده، نفت رو بخره، میعانات رو بخره، داد و ستدش رو بکنه، ویزا رو برای آقازاده ها صادر بکنه، در واقع فقط دست بگیر داره. این رو اوباما با یک دیدگاهی میخواست حلش بکنه. چی؟ تصور میکرد که اگر به جمهوری اسلامی پول بده، اورانیوم رو بذاره کنار، بمب و اینها رو بذاره کنار، جناح میانه رو، در واقع اصلاح طلب‌ها رو تقویت بکنه، جمهوری اسلامی نرمال میشه. اما زمانی متوجه شد که پولها سر از حمایت حشد شعبی و حوثی‌ها در آورد و حزب الله و حماس. کاری رو که ترامپ کرد مسدود کردن این روند بود. اما یه مسئله‌ای بود. ترامپ برای اینکه این کارها و روش‌ها رو پیش ببره در دنیا تنها شد. به خاطر مسائل مختلفی که حول و حوش خود ترامپ با کشورهای اروپایی و همپیمانان امریکا داشتش، نتوانست اتحاد اونها رو با خودش همراه بکنه. اما یک میراث بزرگی از خودش به جا گذاشت، منطقه رو علیه تهدیدات جمهوری اسلامی در داخل یک ائتلاف قرار داد، ائتلافی که امروز بایدن نمیتونه منکر اون بشه و حتی باید باهاش همکاری بکنه. اینی که یک ماموریت هوایی گشتی با B-52 های هواپیمای آمریکا با اسکورتی از قطر و با اسکورتی از امارات و عربستان و اسرائیل برگزار میشه، میراثیه که ترامپ گذاشته. اینه که کار برای بایدن برای لاس زدن با جمهوری اسلامی، این که نقشه های بایدن برای احیای برجام راحت پیش نمیره، میراثی است که ترامپ داشت. در این شرایط هرگز نخواهم توانست به راحتی با جمهوری اسلامی مذاکره کنند. چرا؟ چون امروز صدای این که باید بر سر موشک ها مذاکره بشه، باید بر سر فعالیت های تروریستی منطقه‌ای مذاکره بشه، نه فقط از واشنگتن بلکه از طرف آلمان، هایکو ماس علنی میاد میگه باید بر سر موشک ها مذاکره بشه، از فرانسه شنفته میشه، ماکرون میاد میگه باید حتما عربستان در مذاکرات باشه، اسرائیل به دنبال اینه که حرف خودش رو به کرسی بشونه، و تمام رقبای جمهوری اسلامی نسبت به سال 2015 که برجام امضا شد ابزار بیشتری برای فشار به رژیم دارن. اینها یعنی زیاد شدن مؤلفه هایی که تحت تأثیر اون معادله برجام حتی احیای اون به این مسائل بستگی داره، راحتی نخواهد بودش. بنابراین تهران نه فقط امروز با یک ترامپ، بلکه با یک بایدن، با یک آلمان، با یک بریتانیا، فرانسه و با یک منطقه متشکل و مختلف شده علیه خودش روبروه و بعیده که به این سادگی ها بتونه خارج بشه. چرا؟ چون مشروعیتش رو در ایران از دست داده. یعنی اگر سال 96 تونستن با شیفت به روحانی با
پدیدار کردن رنگ بنفش و پتانسیل مردم برای اینکه رنگ سبز جایگزین شده بود، نمیدونم بنفش آمده و ظریف رو امیر کبیر جا زدن و میریم تا گره هسته‌ای رو باز کنیم و سانتریفیوژ ها میچرخه و اقتصاد میچرخه و اینجور حرفا، مردم رو بسیج کردن، این کارایی ازشون گرفته شده. موتور جمهوری اسلامی اگر از داخل خارج بشه تو بیرون هیچ کار است. این رو اگر مردم بدانند براشون بتونیم جا بندازیم. اونها خامل فهمیدند، برای اونهایی که هنوز رو درواسی دارن، برای اونهایی که هنوز تردید دارن، کمک بکنیم این رو جا بندازیم، مشروعیت جمهوری اسلامی در انتخابات که کاهش پیدا بکنه، بزرگترین اتفاقش ریزش درونی است، دامن زدن و تشدید اختلافاتشه. اگر اینها به بخشای حساس همچنان که داره تشدید میشه سرایت بکنه، این ریزش رو ما بیشتر شاهد خواهیم بود. ممنون حامد جان. این نامبردن از سپاهی ها که قرار ظاهرا در رأس دستگاه اجرایی مملکت بنشینند به قصد بالا بردن نرخ تهدید، یعنی میخوان آمریکایی ها رو بترسونن، و یا این که نه واقعا نیتشون اینه که دولت رو به دست سپاهی ها بسپارن، چون الان بحث و گفتگو در این زمینه زیاده، ایده از شمالی از لابی ها در خود آمریکا به جمهوری اسلامی میگن که با توجه به اینکه سپاه پاسداران گروه تروریستی شناخته میشه و شمالی از کسانی که حتی میخوان خودشون رو کاندید بکنن در فهرست افرادی هستن که مورد تحریم هستن، آوردن اینها که کارو سخت‌تر می‌کنه. ببینیم شماش ببرم. حتما کارشون رو سخت‌تر می‌کنه، اما چاره‌ای نیستش. به این خاطر که اولا نظام‌های دیکتاتور در دهه‌های بعد از اینکه حیاتشون جلوتر میره نسبت به حلقه‌های دور و بر خودشون بدبین‌تر میشن. این حلقه‌ها رو حذف می‌کنن. اونهایی می‌بینن دور و بر هسته اصلی که زور بیشتری دارن. خب طبیعی است تو ایران از بین جریانات سیاسی اونی که اسلحه داره، اونی که دستش بیشتر به پول میرسه، قدرت بیشتری هم داره، بقیه رو میذاره کنار. این وسط ادعای از فعالین سیاسی، ادعای از جریان‌ها، احزاب، حتی احزاب حکومتی زورشون به اینها نمیرسه، حتی شاید به لحاظ آرمانی هم انقلابی باشن اما زورشون به رقابت با اینها نمیرسه، کنار میرند. بخشی از احزاب ترجیح میدن که در میدان بمانند اما از خود همین مهره‌های سپاه شروع کنند استفاده کردن و بازی کردن، همچنان که خب بین اصلاح طلبا و اصولگرا برای اینکه قاسم سلیمانی به کدام طیف نزدیک تره رقابت شد. توی بخش قبلی صحبت ها میبینید بیشتر از اونی که رسانه های اصولگرا قاسم سلیمانی رو برجسته بکنن و تبلیغ بکنن، اصلاح طلب ها بودن. پیوندی رو که با خانواده جهانگیری و باند کرمان از حلقه اصلاح طلبا بین سپاه برقراره تقریبا هیچ طیفی نیست. مشارکتی رو که اصلاح طلبا توی زد و بند و تو شرکت ها و اینها با سپاه دارن، تو قراردادها و پیمانکاری ها، هیچ کس نداره. بنابراین ترجیح میدن که حتی نیروهاشون بیان جلو. الان در بسیاری از محافل از آقای حسین دهخان به عنوان گزینه اصلاح طلب ها یاد میشه، یعنی در واقع او با توجه به پیشینه و سوابق و دوست و رفقایی که داره جزو باندی است که به اونها نزدیک تره و در مقابل قالیباف قرار میگیره. اما رأی ندادن چه سودی داره؟ باعث میشه که اینها در جنگ قدرت در مقابل یکدیگر قرار بگیرن، نیروهای همدیگر رو خونسا بکنن، دست به افشاگری علیه یکدیگر بزنن، چون شرایط مملکت شرایط نرمالی نیست. برای اداره حکومت برنامه مشخص، مدیریت مدون، افراد نخبه و شایسته سالاری وجود نداره. برای اینکه بتونی به منفعتی برسی یا حتی اگه بخوای بخشی از مملکت رو کاملا نرمال اداره بکنی، نیاز داری یک باند رو کنار بزنی، نیاز داری دیگری رو نفی بکنی. جنگ قدرت رفته رفته بین اینها افزایش پیدا میکنه، کی؟ زمانی که برای انتخابات، برای رای جمع کردن مجبورن بیشتر یکدیگر رو افشا کنند. خاطر اون باشه بخشی از تضادهایی که الان تو مملکت وجود داره ناشی از اتفاقاتی که سال 96 افتاد. اگر قوه قضایی افتاد، روزی نیست که ما یک شهردار، یک فرماندار، اعضای شورای شهر رو در یک روستا، در یک دهکده، در یک شهر، یک مرکز استان بازداشت نکنند. این فساد ناشی از همون چیزها، این دستگیری ها ناشی از همون چیزهایی بود که در زمان انتخابات افشا شد و رئیسی مجبور شد که پی اونها بره. حالا تصورش رو بکنید یه همچین ریزش هایی در قوه قضاییه، مثلا معاون قوه قضاییه، معاون لاریجانی، چنین زد و خورد هایی
بعد از اینکه نظامی ها روی کار آمدن برسه به بخش های نظامی. نظام ضربات اصلی، نظام ضربات حساسی خواهد خورد. همین الانش سر پرونده بازه که قاسم سلیمانی رو کی گراداد ترور کردن، فخری زاده رو چه کسی از داخل نیروهای مسلح گراداد، خرابکاری ها تو کیست؟ اینها سبب میشه که وقتی نظامی ها روی کار اومدن چنین شرایطی آنها رو بیشتر به جان هم بندازه. از طرفی هم رژیم راهی نداره به غیر از اینکه همین ها رو بیاره سر کار. چرا؟ چون اعتمادش رو به بقیه نیروها درجه 2-3 از دست داده. تشکر میکنم حامد محمدی عزیز، تقریبا سپاسگزارم تا گفتگوی بعدی. ممنونم.